لكم وقوف يعون وانصراني فإنكم نصرون يا مولانا يا صاحب السماء أدركني العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد اللهم القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به گل به سرای مهربونم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. صبحتون بخیر. ممنون از حضور همه عزیزای دلم. امروز یه مژده براتون دارم که آخر ساعت دلم نزدیم مژده رو بهتون بدم. خب بریم سراغ یه صحبتی که همیشه بعد از سلام و احوالپرسی میکنیم. انشالله که هفته خوبی رو آغاز کرده باشین و تا ته هفته به خوبی، خیر، سلامتی به پایان برسونید. خب اون گل پسرایی که اومدن توی کلاس اما سلام ندادن، لطفاً سلام بدن که من حاضریشون رو بزنم. برین کتاب قرآن رو هم بیارید. من الان میخوام یه مطلب مهم بگم، بعد بریم درس بپرسیم از کتاب قرآن، بعد معما داریم، بعد داستان. خب اونایی که آماده زود باشم ببینم. سلام به روی ماه همتون. خب آفرین به شما که آماده این باری کلا. خب اول از همه یه مطلبی ها همیشه بعد از چند وقت، یعنی بعد از سلام و احوالپرسی میگیم. سلامون گل پسرایی که تازه اومدن. اونم این که دیدیم بچه این بادکنک هایی که توی تولد ها استفاده میشه، بهش میگن بادکنک گازی یا بادکنک گازدار یا بادکنک هلیومی. زمان ما بهش گفتیم بادکنک گازی. این بادکنک ها تا زمانی که نخش تو دست شما هست، آفرین آقای تقی نژاد، تا زمانی که نخش تو دست شما هست، شما هستید که این بادکنک رو این ور اون ور میبرید. بادکنک خودش جایی نمیره، هر طرفی شما بخواید میبریدش، بالا برید، پایین بیاد، راست، چپ، هر جا بخوای با خودت میکشی میبری. اما زمانی که نخش از دستتون ول بشه، این شما این که باید دنبال اون بادکنک بدوین. بچه های عزیزم، خب حالا این بادکنک مثال داره. سلام عزیزای من، این بادکنک یه مثالیه برای زبون ما هم همینجوره. تا زمانی که این دوتا محافظ ما خوب کار میکنن، دوتا محافظ چی بود؟ پاسخم سالم بهتون گفته بودن. دوتا محافظ چی بود؟ دوتا محافظ زبان. زود تایپ کنیم ببینم. سلام. دوتا محافظ پارسال بهتون گفته بودن که آفرین لب. دیگه چی؟ زبونت میخواد بیاد بیرون از لبت، به یه چیز گیر میکنه. باری کلا آقای ایمانی، دندان آقای تقنیش، آفرین. دو تا محافظ یا زندانبان داره، دندان و لبها. یعنی همینجوری خدا نذاشته بیاد بیرون، وگرنه این زبون آهی میخواد زبون درازی کنه. این زبون مثل اون بادکنک است. تا زمانی که شما زندانیش کردی، تو دهنت سکوت کردی، نخش دست توه، هر جا بخوای میبریش، هر موقع تو اراده کنی حرف میزنه. اما زمانی که ولش کردی، هرچی دلش خواست میگه، مثل اون بادکنکی است که ما رو دنبال خودش میکشونه. بچه های عزیزم، دیدیم بچه ها تو قلک وقتی پول میخوایم بندازیم، اسکناس رو برمیدیم، دوتا تا میکنیم، ویش میندازیم تو قلک. اما وقتی میخوایم همین اسکناس رو قلک در بیاریم، به راحتی در نمیاد. مجبوریم قلک رو بشکنیم تا اون رو در بیاریم. حرفای ما مثل این اسکناس هایی هستن که وارد قلب آدم ها میشن، وارد فکرشون، روحشون، قلبشون میشه. زمانی که اون حرفی که به یکی زدیم حرف خوبی نبوده، اون فرد میخواد این حرف رو برای یکی تعریف کنه، دلش میشکنه. یعنی زمانی که میخواد از قلک دلش این حرف رو بیاره بیرون، دلش شکسته. پس حواسمون باشه، بزرگترین گناهی که خدا
فکر نمی کنم به بخش دل شکستن بچه ها، مخصوصا این زبونه، با این زبونه که نخ باد کنه که میبره، با این بخوایم هر حرف رو بزنیم، مخصوصا به پدر و مادر حواسمون نباشه، داد بزنیم، فریاد بزنیم، بی احترامی کنیم، خدای نکرده. نمیدونم شما البته این کارو نمی‌کنید، ولی یه وقتی مثلا داری کارتون نگاه می‌کنیم، بابا میگه بابا این اینو این کار انجام بده، موبایل من اینجوری شده، مثلا یه اینجوریش کن، نمیدونم یه لیوان آب به من بده، بی اینا رو از دست من بگی، شما وقت دوست نداری بلند شی. اگه دوست داری فردا بچه خودت بهت احترام بگذره، الان با پدر مادرت خوب رفتار کن عزیزم، چون دنیا مثل آینه است، هر کار خوب و بدی که ما انجام میدیم به خودمون برمیگرده، به خودمون. خب انشالله که تا الان آماده شدین. خب باید قفلشو باز کنی عزیزم، قله که قفل داره باید قفلشو باز کنی. خب بریم سراغ سلام های جمع تا کتاب قرآن و پرسش، بعد میریم سراغ یک لطیفه و معما. آماده این؟ اونایی که دلشون میخواد از کتاب قرآن بخونن لطفا دستاشون بالا. بچه ما کتاب قرآن رو فعلا توی کلاس کار میکنیم. خب بسم الله، الان میخونیم. بذار من تصویر خودم ببندم عزیزای دلم. خب پیام قرآنی رو بعضی برای من یادشون رفته بوده فرستن. خب الرحمن الرحیم، خدا بخشنده و مهربان، داستانش هم در مورد حضرت ابراهیم بود اون هفته گفتیم. خب اینا رو که خوندیم پسر گلا، اینا رو هم که خوندید شما برای من. خب میریم سراغ صفحه چنده؟ 8. بذارین یه ذره بزرگش کنم. خب اجازه بدین هر کی که زودتر دستشو برده بالا، آقای تقی نجات. خب بسم الله، آقای کاظمی بفرمایید. سلام پویان جان، سلام، بخون گلا. شماره 1. آقا پویان، آقا پویان، خب آقای الوند دیگه، آقای الوند. آرشا سلام. سلام. شماره 1 آقای جان، صحبت بخیر. شماره 1 آقای جان، صحبت بخیر. قال یا آدم مو، یا آدم و آفرین، یا آدم و آفرین. خب آقای تقی نجات دیگه میگه من دستم رو تر برده بودم بالا، قبول. آقای تقی نجات سلام. امیرزا جان بخون بالم. شماره 2. حالا کتابونا، آفرین پسرم، ممنون. آقای کاشکی بگه. فرهام جان سلام، بخون بلم. سلام خانم. سلام عزم. شماره 3. چشمت بی بله. و آفرین هارون. نه چون بچه ها تهاش و مشکی گذاشته میخونیم. آفرین، ممنون. آقای کاظمی یک بار دیگه به شما دسترسی میدیم. سلام پویان جان. سلام. سلام به روی ماهت. شماره 4. حالا هیه اصایه. بچه ها نگاه کنید، کلمه هیه رو خوند، خوب گوش کنید. تو شماره 5 هم یه کلمه مثل این دارید که آخر یه میاد، قبلش ای میاد. وقتی حرف یه بیاد وسط هم بیاد همینجورا، فرق نمی کنه. حالا درسشو دوباره می دیم. اینو عادت کنید، هیه نخونید، هیه بخونید. اون ای رو نباید بخونید. هر وقت یه بیاد قبلش کسره بیاد، ای بیاد، نباید ایشو بخونید. صدای ای میده. خب تو شماره 5 هم الان هست. تو شماره 5 هم الان هست. آقای کاشفی بخون گلم. سلام. مانی جان بخون گلم. سلام. سلام بری ماهت. بخون. نهار و سیاه. و جعل لها ربا ربا سه یا. خب گفتیم ای رو نمیخونیم، صدای سه یا میشه ربا سیه، سیه رو نخونیم، صدای ای میده. آفرین پسرم. اینو حالا داشته باشیم مثل اون گربه‌ای، بچا زمان میبره تا شما قشنگ یاد بگیرید اینو. آقای حیدری بخون گلم. هر کس خون لطفا دستشو بیاره پایین که دوستش نوبتش بیاد بالا.
مهیار جان سلام، بخون عزیزم اون پایین رو بخون، انس با قرآن در خانه شماره یک. سلام. سلام به این ماه عزیزم. قوله یا نو. بله نوها بودش بچه ها، خون نو درسته، چون بسته یه دونه کافیه، چون حرکتش بود افتاده. دستاتون رو بندازه سریع. آقای حدیدی هم سلام، بخون عزیزم. آقای جان سلام. سلام، شماره دو. حالا که تو بنا. نه شماره دو، اون پایین رو میگم، دومیش یعنی شماره نداره. انس با قرآن در خانه بعد از قال یا نو. سلاتی و نور شو نوشوکی. آفرین، چه پسرهای زرنگی دارم من، آفرین. خب بچه عزیزم میریم صفحه بعد. گلای من، گل پسرا صفحه بعد رو بیارید. آفرین آقای تقی نجات. خب این جدول من یکم بزرگ میکنم، شما لطفا چشاتون بچه عزیزم روی کتاب خودتون باشه. خب این ساکنه، درس ساکن که ما کلی سرش به قول معروف مکس گریم تا همه یاد بگیرن. آقای ایمانی سلام، اماد جان بخون گلم. شما خط اول. خب بله. او ات ات اوت اس اس اوس. عالی بود بچه، همین رو میتونیم آهنگ هم بهش بدیم. اب 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 ات ات اوت اس اس اوس. هر حرف ب ت و س ساکنش میشه ب ت. حالا با حرکت ا ا و او آورده. آفرین پسرم. آقای جهانتاب بخون گلم. سلام. امیر صدا جان بفرمایید. سلام. سلام عزیزم، شماره دو خط دوم، شماره دو که خط دوم. اج 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 آفرین، عالی بود. آقای روحام میرشکاری بخون گلم. روحام جان بخون. سلام آقا روحام. روحام جان احتمالاً یه مشکلی وجود داره، هنوز بس نشده. آقای حیدری شما که خوندی، دستتو بنداز عزیزم. آفرین. آقای نقوی سلام. مهراد جان بخون. اد ال او ال ال او ار ال او. آفرین عالی بود. سلام عزیزم، صفحه کتابت مگه باز نیست گلم؟ صفحه نو خط چهارم بخون. از علی جان، از از بول اس اس. آفرین. اس 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 اس. بله بس خیلی اون بذار باشه یه خط یه نفر دیگه بخونه عزیزم. ممنون. آقای سید جوادی سلام. سلام امیر حسین جان. سلام. سلام عزیزم، از پایین سه خط بیا بالا بخون. اس اس اوز اس اس اوز از از اوز. بچه ها به اینجا که میرسیم ممنون عزیزم امیر حسین جان. اینجا پادشاهت های باید احترام بذاریم. میتی کمان پادشاهت ها. آقای عباسی بفرمایین. سلام آقا آروین. آروین عباسی. آقای عباسی
چند جلسه از شما رو صدا میکنم تو کلاس عزیزم؟ دیر جواب میدیا. خب دوباره صدا تو قطع میکنم، بعد دوباره بس میکنم. آقای میرشکاری بخون. روحام سلام. روحام خب پسرم بخون خط از پایین دو خط بیا بالا. آقا روحام صدا قطع بس میشه. نه خب از پایین سلام، دو تا خط بیا بالا. آفرین. خب آخای آخای که داری میخونی. بله بله متشکرم بچه ها، یه ذره کافیه. متشکرم عزیزم، خیلی ممنون. خب خط آخر رو الان صدا قطع نمیشه دیگه آقای، صدا نکن. بسته بسته. خب آقای عباسی بسته. روحام دیگه نخون، صدا قطع نمیشه وگرنه که. خب الان قطع شد. من آقای عباسی هم یه بار دیگه من دسترسی میدم. آقای عباسی، آروین جان، آقای آروین، آقای نوری، رایان جان سلام، آقای نوری سلام. خط آخر لطفا بخون عزیزم. اف اف اوف اق اق اوخ اچ اچ اوچ. متشکرم، عالی بود. خب بچه ها بریم صفحه بعد. خب امروز یه مژده دارم برای پسر گلایی که خوب درسشون رو خوندن و خوب فرستادن درسشون رو. خب صفحه بعد صفحه دهه، آخرین صفحه که میخونیم تو کتاب قرآن، بعد میخوایم کلی کار داریم با هم دیگه بچه ها. خب بخونن آقای حاتمی، اونایی که نخونن، اونایی که خوندن دستشون رو بندازن. حاتمی جان سلام. محمد رضا عزیزم شماره یک لطفا بخون کنم. هی نیست دیگه، با الفک داره، صدای آ میده. هی با آ. هزا آفرین، کافیه. متشکرم، عالی بود. آقای عباسی برای آخرین بار صداش میکنم. آقای عباسی، آقای عباسی، خیلی. آقای فرهادی بخونه گلم. سلام. محمد حسین جان، آقای فرهادی، همه باید بخونن عزیزای من. آقای فرهادی، آقای الوند که مونده هنوز. آقای الوند شما خوندی عزیزم؟ آرشا جان سلام. بله خانم من خوندم. شما اولی من. ممنون. آقای فرهادی رو یه بار دیگه بهش دسترسی میدم. آقای فرهادی سلام خانم. سلام عزیزم. خب شماره دو شو بخون گلم. علم نجل. آفرین، علم نجل، عالی بود. بچه اینا رو آخراشو که آبی گذاشته نباید بخونیم، یعنی ساکن میشه. خب حالا بریم سراغ اون گل پسرایی که نخوندن. آقای فرشپور، آقا روزبه سلام. آقای فرشپور، بچه من زمانی حاضریتون رو توی کلاس قرآن میزنم که وقتی پرسش رو پاسخ میکنم شما جواب بدید، یا وقتی یه سوال میپرسم چت کنید. آقای فرشپور، یه وقتایی هم حالا اشکال پیش میاد که وصل نمیشه ها. خب آقای علیزاده بخونه. کامیار جان سلام.
سلام خانم. سلام عزیزم. شماره لطفاً 3 رو بخون گلم. مالم یعلم. آفرین. مالم یعلم. باریکالله، عالی بود. چقدر شما قشنگ دارین میخونین بچه ها. اینقدر ما کتاب چه سخت بوده که اینا در مقابلش چی نیست. خب بریم سراغ آروین رادین رضایی. آروین دوشانقلی لطفا دستشون برم بالا. اینا که میخونم، اینا که میخونم دستشون برم بالا. روزبه و خب اینا نیستن تو کلاس، صداشون میکنم. آقای عباسی اومدی خلاصه؟ آقای عباسی. خانم من صدای شما رو کم میشنوم. چرا عزیزم صدای من زیاده؟ بلندی رو زیاد کن. آخره. خب مال من هم نگاه کن الان. مال من 95. بعد من هم صدام تو بلندیه. بلندی هم 98. این هم صد خاطر آربی. خوبه؟ الان صدا داری؟ خانم من هم با هنسفری گوش میدم. دیگه باید بهتر بشنوی که. شماره 4 رو بخون. بردیم. 4؟ بله. صفحه 10 شماره 4. لا لا مو یخ لا قو لو لو نس لو ها. لم کلمه وسط رو دوباره بخون. کلمه وسط سه تا کلمه درست. یخ یخ ل. آفرین. یخ. آره من احساس کردم تو کلاس نیستی واقعا، چون که جواب نمیدی وقتی من سوال میکنم عزیزم. آقای دوشانقلی، آروین، آقای روزبه، روزبه جان الان میگم، آقای الوند، آقای روزبه بچه اینجا هم سریع تر ما سرم کلاس دو تا معما گفتیم، وکیده گفتیم، سه تا قصه گفتیم، سر کلاس شما هم هیچ کاری نکردی. بوده آقای روزبه یعنی تو کلاس نیستن دیگه اینا، یا صداشون بس نمیشه، حالا نمیدونم. آقای دوشانقلی یه بار دیگه دارم اسمشو میگم، دستشو بره بالا اگه هست. صدا خیلی زیاده. بله من کمش کنم یعنی؟ حتی من خودم صدا بلنده ها. آقای نوری شما کندی عزیزم؟ چون بچه ها رو دو بار صداشون رو بست کردن میدم نیست که آقای نوری کن بیارن. آقای نوری تعلیم چکر علامت تو نداشتم. آقای روزبه فرجپور، رادین رضایی اگر تو کلاس هستن دستشون رو برن بالا. مثل که نیستن، حالا زیاد هم متوسطه. خب بچه های عزیزم روزبرم یه بار دیگه بهش دسترسی میدم در آخرین بار. آقای روزبه، آقای فرجپور باشید، کم نکردم. خیلی اینایی که نخوندم بریم سراغ شماره 5 بچه‌ها. افمن یخلقو کمن لا یخ لغو. لغو هست اما میگیم لغو. چرا؟ چون آبی زده یعنی ساکنه. خب شماره یک پایین هم که سوره حمده. ان امتا علی هم خودش ساکن داره. شماره دو این هم مال سوره توهی. لم یلد ولم یولد. خب این از کتابمون برای جلسه بعد یک این ترکیب رو برای جلسه بعد تو خونه تمرین کنید. تو کلاس میپرسم. فعلا از کتاب تکلیف نمیدم بهتون عزیزای دلم. بریم سراغ یک لطیفه، یک معما و داستان. امروز درس جدید هم نمیدیم.
یه مژده هم دارم برای اونایی که ترتیب باشون رو تا الان. اگه کسی صفحه 9، صفحه 12 و صفحه 14 رو کامل برای من فرستاده، این هفته تکلیف نداره. اینم مژده. اما اونایی که مثلا صفحه 9 رو فرستادن، 14 رو فرستادن ولی 12 رو نفرستادن، یا برعکس 9 و 12 رو فرستادن مثلا 14 رو نفرستادن، یه صفحه رو کم فرستادن، اونا این هفته فرصت دارن، این هفته فرصت دارن برای اینکه این تکلیفاشون رو کامل کنن و به ما برسن. خب نمیخوام عقب بمونن از کلاس، برای همین هر چند وقتی دفعه من یه همچین سورپرایز براتون دارم، یه همچین جایزه‌ای دارم که تکلیف نداریم. فقط جدولی که گفتم صفحه 11 تو خونه تمرین کنید، نمیخواد بروید رو بفرستیم. تکلیف یه بار دیگه من صدام قطع، یه بار دیگه میگم آقای ترانژاد، گفتم اونایی که صفحه 9 کتابچه، صفحه 12 و صفحه 4 و 5 خط اولشو برای ما فرستادن، تکلیف این سه هفته گذشته رو این هفته تکلیف ندارن. اونایی که نفرستادن یه سفر رو باید صفحهاشون رو کامل کنن، هم 9 هم 12 و هم 4. نه خیلی خب ممنون آقای، شما اول پرسیدی من یه جور بگم، من نگفتم بگو، یعنی که ادامهشو می‌نویسی صبر کن. بعد ما لطیفه‌ای که می‌گیم مناسب کلاس، حالا درسته اینم مناسب کلاس هست عزیزم، اما اول باید اجازه بگیری. اگر به اجازه دادن بعد میتونید شما معماهاتون رو بچه‌ها برای من یا لطیفه هاتون رو با وایس بفرستین، اگر مناسب کلاس بود بهتون اجازه میدم توی کلاس مطرحش کنین. خب این از این. بریم سراغ درس خودمون، داستانای خودمون، معما و لطیفه. اول لطیفه رو میگم. یه روزی معلمه به دانش آموز میگه، حالا شاید شما هم شنیده باشین ولی خب اب نداره، یه وقتی لازمه آدم خستگیش در میره، میگه 5 تا حیوان درنده نام ببر. میگه 2 تا باب 3 تا شیر. کاملا هم درست گفته، چون 2 به علاوه 3 میشه 5. خب حالا منظور معلم چیز دیگه ای بوده، ولی خب این دانش آموز اینجوری متوجه شده. مثل ما همه ما یه جورایی یه وقتا یه چیزای دیگه متوجه میشیم. بریم سراغ معما. یک معمای پلیسی. اونایی که دوست دارن معمای پلیسی بشنون دستشون بالا ببینم. اونایی که دوست دارن معمای پلیسی بشنون دستشون بالا. خب حالا من دستا رو میندازم پایین که اونایی که میخوان جواب بدن دستشون بره بالا. خب بقیه چی تو کلاس؟ اجازه بدین آقای الوان صبر کن، دست بعضیا بالا نیست آقای نقوی، من دارم آمار گیری میکنم ببینم کیا حواسشون تو کلاس هست یا بعضیا متکا گذاشتن بغل دستمو خوابیدن. خب آقای حدیدیان نمیخوای بشنویم؟ خب آقای کاظمی، آقای نقوی، آفرین. خب حالا گوش کنید، هر کی خواست چت کنه، هر کی نخواست میتونه دست بلند کنه بعد از اینکه معما تمام شد جوابو بگه. یه خانم ثروتمندی بود که یک جواهر گران قیمتی داشت. این جواهر هم دست بده بنداز پای آقای کاشکی، به سرقت میره. میاد پیش پلیس و میگه که آقای پلیس، آقای جناب سروان، جناب سرگل، جواهرات منو دزدیدن. پلیس بررسی میکنه خونه خانم، اون اتاقی که توش جواهر بوده، میبینه که این اتاق یک پنجره بزرگ داره که مقداری شیشه به داخل اتاق ریخته شده. بعد از یک هفته تحقیق و جستجو به خانم میگه که جواهرات شما رو کسی ندزدیده، خودتون قایمش کردید. خب حالا بله جواهر، حالا طلا یا جواهر فرق نمیکنه، یه چیز قیمتی. پلیس از کجا میفهمه که کار خود خانمه بوده؟ هر کی میدونه الان دستش بره بالا یا چت کنه. علکی دست بلند نکنید. خب اول فکر کنید. آقای کاشکی بفرمایید. بگو عزیزم. فرهام جان میفهمم. میبینید بعد چیزی نمیتونه بیاد در پشت شیشه در شیشه رو بکنه. بعد دیگه خودتون رفتید یه جا قیمش کنید. از کجای شیشه رو میگه چی؟ میگن دوست که نمیتونه پشت شیشه چیزی رو نمیتونه پشت شیشه. چرا شیشه رو میشکنم؟ میان خونه مامان من یه بار دوست اومده بود از شیشه رو شکونده بودن اومده بودن تو.
میتونه بشکونه، میتونه با الماس بباره، میتونه بشکونه، هزار یک کار میشه کرد. خب ببین آقای البن نظرش چیه؟ آقای البن بگو. خودش شیشه رو شکسته و خودش هم قایم کرده بود. خب این دیاره پلیس کجا؟ پلیس از کجا متوجه شده؟ متوجه شده. یه ذره فکر کنید. آقای معینی هم بگه. میتونید چت هم بکنید. من چتتون رو میخونم بچه ها. خب آقای معینی بگو. علی جان. علی آقا بگو. خانم زده وسایلش رو انداخت. جیبش، خودش هم با چکش پنجره رو شکونده. پلیس نفهمید. پلیس فهمیده؟ کجا فهمیده؟ خیلی خوب. همه جا رو گشته، اما یه جا رو پیدا کرده، دیده هستش جواهراتش. نه تو خونه چی؟ تو خونه نبوده عزیزم، جواهرات تو خونه نبوده، یه جا دیگه بوده. آقای هیدل بگو. خب دوستاتون همینجوری دارن چت میکنن، منم دارم گوش میکنم، دارم میبینم. آقای هیدری پارسا جان بگو. آقای مهیار. خب صدات بس نشد. آقای جهان تابم بگه. آفرین به اونا که دارن مینویسن. آنه من فکر کنم که پلیس اثر انگشت گرفته از همون. نه اثر انگشت در نبوده. این هم از این. خوبه؟ خب بذارین دیگه کی میخواد جواب بده. آقای نقبی هم بگه. بریم سراغ پاسخهایی که شما دادید. خانم پلیس توجه میشه دیگه که اون خانم شیشه شکنده بود، طلا رو بود او گذاشته بود، گفتش طلا من چرمی. خب همه ما وقتی که خدای نکرده دوز به خونه میزنه میریم پاسگاه، اطلاع میدیم به کلانتری، میان بعد میکنن. خانم جانم از اثر انگشت دوست نمیده. اثر انگشت نداشته، با دستکش بوده. دوست ها الان بلا با دستکشن. آره اینجوری هست. متشکرم از اونه که دارم می نویسن. آفرین. خب آقای فرهادی هم بگه و آقای تقی نجات دیگه برین چطایی که درست بود رو بخونیم. فرهادی بگو. آقای فرهادی آقایه بریم سراغ آقای نوری. شما هم بگو عزیزم. آقای نوری هم بگه. آقای نوری بگو. جوانده تو خورده شیشا ریخته بود بیرون تو حیات بلرده که بود. آفرین. گفتن اگه از بیرون بزنی میریزه تو، ولی اگه از بله خیلی هاتون هم گفتید بچه، ولی رایان اول گفتش، بقیه هم گفتن که چون شیشه خورده ها گوش کنید وقتی از داخل، آقای مثلا پارس هم گفت، هیگری هم گفت، مهیار، وقتی از داخل شیشه رو میشکنیم خورده ها بیشترش میریزه بیرون، کمترش میریزه تو. وقتی از بیرون شیشه رو میشکنن بیشترش میریزه به قول من برعکس میشه دیگه، بیشترش میریزه تو خونه، کمترش میریزه بیرون. پلیس از این که مقدار کمی شیشه ریخته بود روی فرش فهمید که از خونه، از داخل شیشه شکسته شده. خب بریم سراغ داستان. آماده این؟ پس یه بار دیگه میگم اون آقایونی که صفحه 9 12 و 14 رو برای من تکلیفش رو فرستاده بودن این هفته به عنوان جایزه تکلیف ندارن. آفرین. خیلی ها گفتن عزیزای دلم این معما رو. خب پس حواستون جمع، این یک فرصته. اونه که انجام ندن نه نه خانوما چرا تکلیف به ما دادیم به اونا ندادیم؟ به شما تکلیف ندادم، شما تکلیف رو که باید به موقع میفرستادید و نفرستادید. و اما داستان. خب امروز لطیفه هم داشتیم، دو داستان هم داریم. خب بریم سراغ حضرت فاطمه سلام الله که گفتیم این روزا شهادتشون، الان هفته دیگه هم شهادتشونه، یک شنبه 28 دی ماه و
بعضی ها دیر فرستادن، من دیگه ندیدم. بچه ها تکلیف ها رو گفته بودم تا پنجشنبه بفرستیم، اما تا پنجشنبه ایده کمی فرستاده بودم، بیشتر دیروز فرستاده بودم. منم دیروز خونه نبودم، شب دیدم، تا 11 شب داشتم تکلیف میدیدم. اما دیگه اونایی که صبح فرستادن یا دیر وقت بعد از ساعت 11 فرستادن، دیگه ندیدم تکلیفاشونو، حالا میبینم. لطفا به موقع بفرستید عزیزه من، من وقت تعیین میکنم. از امروز که شنبه است میگم بهتون تا جمعه وقت دارین شما، تا پنجشنبه گفتم البته، چون جمعه ها بررسی میخوام بکنم، پنجشنبه بفرستین که من تا جمعه بررسی کنم عزیزه من. چون فقط کلاس شما که نیست، من 400 تا شاگرد دیگه دارم عزیزم، به جز شما نه البته، کلا 400 تا شاگرد دارم. هر روز باید روزی 50 تا تکلیف رو ببینم، وگرنه نمیرسم. بریم سراغه حال دیدنی که نیست، شنیدنیه تکلیف های من. وایسه نه تموم نشد که، آقای کاشگرنیز مونده، تازه رسیم به قصه. خب داستان حضرت فاطمه رو از اونجا میگیم که حضرت فاطمه وقتی 3-4 سالش بود، حضرت خدیجه مادرش رو از دست میده، وقتی 3-4 سالش بود. اما اونقدر نسبت پدرش مهربون بود که بهش میگفتن ام ابیها، یعنی چی؟ مادر پدرش. وقتی پیامبر میرفت کوچه، مردم رو به خدا دعوت کنه، آشغال میریختن روش، خاک میریختن روش، کتکش میزدن، با چوب میریختن سرش. و حضرت فاطمه با دستای کوچولوش وقتی که میمد کنه پیامبر، لباسای پیامبر رو تمیز میکرد، میشست. زمانی که بچه‌ها 7-8 سالش بود، پیامبر میرفت جنگ. پیامبر البته اهل جنگ نبود، کفار باهاش میجنگیدن، مشرکا باهاش میجنگیدن، بت پرستا با پیامبر میجنگیدن و اینا از خودشون دفاع میکردن. پیامبر وقتی میرفت جبهه، چند روز بود غذا نخورده بود، غذای تازه، نون خشک میخوردن. حضرت فاطمه سلام الله و دستای کوچیکش نون میپخت و برای پدرش میبرد پشت جبهه و به پدرش میداد و لقمه لقمه در دهان پدرش میذاشت. خیلی ها پدر یا مادر نداشتن، اما آدمای خیلی خوبی روی زمین شدن، مثل پیامبر خودمون. پیامبر خودمون هنوز پدرش هنوز به دنیا نیومده بود، پدرش فوت کرد، تو دل مامانش بود. مادرش همش 2 سال باهاش زندگی کرد، با مادرش، بچه 6 سالش بود، چون 4 سال دور از مکه بود، 2 سال با مادرش زندگی کرد. 6 سالگی مادرش از دست داد. بعد پدر بزرگش سرپرستش رو قبول کرد، پدر بزرگش هم 8 سالش بود از دست داد، اما بهترین آدم روی زمین شد. خیلی هم هستن با وجود اینکه پدر و مادر دارن، این همه ساپورتشون میکنن، اما خودشون آدم های بدی میشن. پس این بستگی به تو داره که تو کدوم راه قدم برداری. مواظب باش قدم راهی باشه، اهدنا الصراط المستقیم، به راه راست که راه خداست. توی نمازم میخونیم، تو سوره حمدم میگیم. خب حضرت فاطمه بهش میگفتن ام ابیها، یعنی مادر پدرش. اینقدر در حق پدرش مهربون بود که بهش میگفتن مادر پدرش. حضرت فاطمه وقتی ازدواج کرد، رفت خونه حضرت علی علیه السلام. یه روز براش هدیه آوردن، بعضی از خانم‌ها براش یه پرده آوردن، یه پارچه یعنی، و یه گردنبند. خب حضرت فاطمه هم جوان بود، دوست داشت که این رو استفاده کنه. نگاه کردی پرده جلوی خونهشون خیلی کهنه و وصله دار و از رنگ رو رفته و کهنه، از قدیمیه. تصمیم گرفت اون پرده رو عوض کنه، گردنبند رو انداخت گردنش. پیامبر هر روز میمد به دخترش سر میزد، صبح قبل از این که بره برای انجام کاری بیرون میمد به حضرت فاطمه سر میزد و اومد یه سلام خونه حضرت فاطمه سلام کرد حضرت فاطمه به پدرش. پیامبر چشمش به این پرده افتاد و به گردن بند، سکوت کرد و سلام جواب سلام داد و زیاد نمون، زود از خونه زد بیرون. فردا به دیدن حضرت فاطمه نیومد پیامبر. حضرت فاطمه خیلی ناراحت شد، گفت یعنی پدرم از من چی دیده که نیومده دیدن من؟ یه دفعه نگاهش افتاد به پرده، گفت فکر کنم پدرم از پرده و گردن بند ناراحت شده، چون به این دوتا نگاه کرد. پرده رو در آورد تا کرد، پرده کهنه رو دوباره زد، گردنبند رو هم از گردنش در آورد، گذاشت اون پرده، داد به یکی از دوستانش، برد داد به پیامبر و پیام داد که پدرشون این رو بفروش و پولش رو بین فقرا تقسیم کن. پیامبر خیلی خوشحال شد. تمام دوستان پیامبر خیلی دوست داشتن که از خانواده پیامبر چیزی به عنوان هدیه داشته باشن. پیامبر گفت این پرده، پرده‌ای که تو خونه علی آویزون بوده،
این گردنبند رو هم دخترم به گردنش یک روز آویزون کرده. کیه که اون رو بخره؟ حالا یارای پیامبر مسابقه گذاشتن که به بالاترین قیمت اون رو بخرن. به این میگن مزایده، یعنی به بیشترین قیمت، زیادترین قیمت بخرن. هر کس قیمتی میگفت و پیامبر اون رو فروخت و پولش رو بین فقرا تقسیم کرد. بعد وقتی که این کارو کرد، اشک تو چشاش جمع شد. گفت الهی قربون دخترم برم که میدونه خدا و پیامبر خدا چی دوست داره. خب اینم یه قصه. بریم سراغ تازه داستان اصلیمون، حضرت ابراهیم. نه هنوز کلاس تمام نشد، دو سه دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم، مونده هنوز کلاس بچه هستم. آره؟ بله. خب ده و بیست دقیقه اصلا نشده. حضرت ابراهیم بعد از سالها خدا بهش فرمان میده برو پیش نمرود، برو بری. نمرود خیلی داره کفر میگه، خیلی ادعای خدایی میکنه، خیلی داره قلدری میکنه، مردم رو اذیت میکنه. ای ابراهیم برو و اون رو به خدا دعوت کن اگر هدایت بشه. حضرت ابراهیم اومد پیش نمرود و دید که بله نمرود دیگه اصلا اون موقع که حضرت ابراهیم ازش دور شده بود تازه ادعای خدایی کرده بود، الان دیگه کفر وجودش گرفته. اومد تا اون رو به دعوت کنه. گفت مگه بهت نگفتم ابراهیم به سرزمین من دیگه نیا؟ گفت من از طرف خدای خودم وظیفه دارم تو رو به سوی اون دعوت کنم. گفت خدا من جز خودم خدایی نمیبینم که. اگه راست میگی به این خدای خودت بگو هفته دیگه تو این بیابونی که تو سرزمین بابل داریم بیاد با من بجنگه. حضرت ابراهیم گفت باشه، پس برو سپاهتو حاضر کن. گفت من که سپاهم حاضره، ابراهیم تو برو سپاهتو حاضر کن. حضرت ابراهیم هم رفت. یک هفته بعد سر ظهر، بچه تو این یه هفته نمرود هرچی لشکر و سپاه این بر و اون بر بود، هرچی جوانای مردم بود آورد تو لشکرش. یه لشکر 2000 نفری درست کرد برای خودش، ولی عددی که میگم از خودم میگم. و آماده شد که با ابراهیم و سپاه خدا بجنگه. اومدن تو اون بیابونه، دید ابراهیم تنهاست. گفت ابراهیم پس خدای تو چیکار میکرد تو این مدت؟ چرا لشکری نفرستاده؟ گفت لشکرش تو راه ناراحت نباش الان میرسه. یه ذره صبر کردن. ابراهیم این خدای تو اصلا خدای واقعی نیست، اصلا طرفدار تو نیست، وگرنه یه سپاهی مثل سپاه من براتون میآورد. ببین تمام سپاه من سواره و پیاده آمادن. ابراهیم گفت یه ذره دیگه صبر کنین، لشکر خدا میرسه. خب بچه‌های من، یک دفعه یک توده ابر تو آسمون اومد. این توده ابر چی بود؟ صدای شدید و شدیدتر شد. یه گوله یه سیاهی اومد تو لشکر. اینا چی بودن؟ اینا پشه بودن. ابراهیم گفت نمرود این هم لشکر خدا. بچه ها پشه ها حمله کردن به اینا و نمرود و لشکرش پراکنده شدن و شکست خوردن و فرار کردن. ابراهیم به نمرود گفت نمرود مواظب باش، یکی از پشه ها تو رو میکشه. نمرود دوید سمت کاخش و دستور داد تمام نگهبان ها مزدوش به دست آماده باشن، تمام در پنجره های و درهای کاخ رو هم توری زد. حالا از این توری پارچه بود البته. سربازای کاخش هم زیاد کرد که مبادا یک پشه وارد کاخش بشه. تا همینجا قصه رو داشته باشیم. خب بچه های عزیزم، دوستتون دارم، منتظر ارسال تکالیف بچه هایی که ناقص بود تکلیفاشون هستم. فکر نکنید تعطیلی دا صفحه 11 کتاب رو هم تو خونه روانکانی کنیم، وایسش رو نفرستیم. اگر کسی سوالی داره بفرمایید، اگر نداره میتونید از کلاس خارج بشین. امیدوارم که کلاس لذت و بهره کافی رو برده باشین. آقای نقوی سوال داری عزیزم؟ آقای نقوی سوال داری عزیزم؟ خانم من میخواستم بگم که این قصه بودم ایسه همیشه خیلی خوب بود. چی خوب بود؟ این قصه هست خدایی چند را مگه میاره؟ آره همه قصه قشنگن عزیزم، متشکرم. برید در پناه خدا، خدا به همراهتون بچه عزیزم، خدا حافظتون.